یادداشت کن به چی میگم. صداتون نمیاد، ببخشید. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما بینندگان عزیز. مجموعه اینها تحولاتی هست که سبب شده تا ما امشب گفتگویی رو داشته باشیم با جناب آقای دکتر احمدی نژاد، رئیس جمهور محترم کشور ما. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر. من قبل از اینکه سلام کنم میخوام بگم بابا بس دیگه، بعد میگن تو ایران آزادی چی نیست. بیا خودتو از آزادی بیان ببین چجوری داری استفاده میکنی. یک ساعت داری شما رو ده درازی میکنی. الان من از جناب علی تشکر میکنم از اینکه مجدداً این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید تا سوالاتی رو که به نوعی در واقع سوالات مردم عزیز کشورمون هست از جناب علی بپرسیم و پاسخهای شما رو داشته باشیم. آقای رئیس جمهور، حالا بیاییم در خصوص تحولات داخلی بحث اقتصادی. در روزها و حالا یکی دو هفته اخیر بحث‌های مطرح شده دلالت بر این که آمار ارقامی که دولت ارائه می‌کنه در خصوص مسائل اقتصادی خیلی با واقعیات همخوانی نداره. نظر جناب علی در این خصوص چی است؟ ببینید اینا دیگه اون بد اخلاقیاییه که این روزها نثار این دولت می‌کنن که شما واقعا نباید توجه کنید. این آمار و ارقام درسته که با واقعیت همخوانی ندارن، ولی با ارزش‌های جمهوری اسلامی که همخونی داره. اگه بحث آمار و ارقام باشه، خود من الان باید قدم 2-2-10 باشه، وزنم 100-120 باشه. شما شاید الان می‌بینید که نیستم. این همون واقعیتیه که دولت‌های استکباری از من چی دریغ کردن. شما توجه می‌کنید؟ در این خصوص بحث کسری بودجه و اینکه اصلا الان با توجه کلیاتش تصویب شده وضعیت بودجه به چه ترتیبیه، بفرمایید تا یکی دو تا نکته دیگه باز در همین ارتباط هست که من خدمتتون. ببینید بحث بودجه به نسبت دو تا نکته‌ای که شما می‌خواید بگید بعداً فرعیه. بنابراین من پاسخ اون دو تا نکته که بعداً میخواد بگید رو الان میدم. برام میدم. یعنی که من الانم تو الان خودم کیف پولم همراه نیست، وگرنه چون بنویسی به حساب من بعداً میام حساب میکنم. الان نمیدونم. آقای شما در روزهای اخیر گزارش دیوان محاسبات رو که بحث 1 میلیارد دلاری که در سال 85 به خزانه واریز نشده، این مطرح شده. خب حول حوشش هم بحثای زیادی مطرح شد. من می‌خواستم در این خصوص جناب علی توضیح بدید که اصل ماجرا چی بوده. واقعا خوب شد که گفتی، خیلی ماجرای جالبی بود. من خودم تعجب میکنم شما چرا داری این سوال از من می‌پرسی. خب من 1 میلیارد از خزانه برداشتم، 3 میلیارد هم از بودجه برداشتم، 4 میلیارد هم میخوام بردارم. حالا این سوالیه که من از شما میخوام بپرسم، من این پولا رو چیکار میکنم؟ درست میفهمی؟ حالا من این پولا رو خوردم یا دادم خوردم. خب اگه دولت این پولا رو نخوره بره آشو با جاش بخوره. اینا چیزاییه که میگم. من جوابم اینا نوچه. حالا بخشش رو افراد عادی که نمیگن، افرادی هستن که دانشگاهی هم کار کردن میگن. ببینید اینو به من نگید. احمدی نژاد خودش دانشگاهیه، دیوان محاسبات اداری گفته دولت تو سفرهای استانیش 200 میلیارد خرج کرده. حالا دولت کیه؟ چیه؟ زنه؟ مرده؟ تو این شرایط واسه چی میره سفرهای استانی؟ این سوال ماست، سوال ملت‌های دنیاست. یعنی شما باید جواب بدین. اصلا به مجلس چه مربوطه؟ راجب فرمایید. اجازه نداره که مجلس در جریان باشه. خب مجلس اگه میخواد در جریان باشه، میدونه دقیقاً بکنه تو بریز برق که در جریان باشه. خود مقام عظما رو شما نگاه کنید این روزا، مثل برق گرفته هاست. همش در جریانه. یک فضایی درست میکنن که انگار الان مشکل دنیا 200 میلیاردیه که ما تو سفره استانی خرج کردیم. آخه نسل پاندا داره تو چی منقرض میشه؟ پشم و پیله خرسای قطبی تو بورکینافاسو ریخته. ملت آمریکا در فقر مطلق مثل میبره. بعد شما بحث 200 میلیارد رو میکنه که این دیگه خیلی بی‌انصافیه و جواب ما به اون هست. آقای رئیس جمهور، در خصوص دو تا نامه‌ای که به وزیر محترم کشور نوشتین، آقای محصولی، در خصوص حقوق شهروندی، خب این بحثش با این بحث طرح امنیت اجتماعی مرتبط هست دیگه. سرنوشت این دو تا نامه چی شد؟ بازخوردش چی بود؟ بذار یه مقدار برگردیم به عقب. الان شما گرفتی؟ متوجه شدی؟ ببینید این طرح امنیت اجتماعی نیاز دنیاست. دنیا تشنه نیروی انتظامیه. تو آمریکا من خاطری هر شما تعریف کنم،
تو آمریکا من داشتم تو ماشینم میرفتم، یه خانومی تو پیاده رو دیدم، بچه بغلش بود، یه 5 تومانی هم تو جیبش، بعد با زبون اسپانیایی کمی هندی تو نیویورک از دور به من اشاره کرد که من بعد حجابم، با من کار فرهنگی کن. من از تو ماشین بهشون نگاه کردم و اشاره کردم و گفتم بخبه از حالتو. دو روز بعد برام نامه نوشت که هفته قبل خودم رو کشتم به خاطر اون حکمی که من داده بودم. از اینجا میگه مال آمریکاست، ملت ما که ملت بانشاتیه. خواهیش من آخرین سوالم خدمت جناب علی بپرسم در خصوص بحث آمریکا. جناب علی تعبیرتون چی هست در این قضیه، در بحث ایران و آمریکا؟ در راهپیمایی 22 بهمن در سخنرانیتون اشاره کردید به اینکه تغییر بایستی بنیادی باشه. شاخصهای این تغییر بنیادی چی هست؟ شاخص تغییر بنیادی اینه که دنیا بمب اتم رو تو دست ما ببینه، بعد ما چند تاشو چند جای دنیا منفجر کنیم، بعد اونا به خودشون بگن ما چه کاره ایم که دخالت کنیم. هر موقع این سوال از خودشون کردن و جوابم دست ما دیدن، اون موقع میتونن به صرف شام و شیرینی بیان بیت ولایت. مدعیین بیت هم هستن، چراغا رو خاموش میکنیم، سینه میزنیم که سینه شدیدی. اون موقع میشه تغییر و ما محکم سر این قضیه وایسادی. همین تو واقعا محکم هستید. حالا شما میگید محکم، فردا تو در همسایه رو میگن محکم، و این سوال رو شما باید پاسخشو بدید. تشکرم از جناب علی رئیس جمهور که در صورت مجددا این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید که بتونیم سوالات رو مطرح کنیم. نمیدونم، البته باید هم تشکر کنید، دنیا هم باید تشکر کنه. تو من خودم تعجب میکنم، خیلی راحت یه برنامه شاد و تفریحی برای همه جور شد. البته این سوالی که شما باید پاسخش رو بدید، به این سوال ملت ماست.